بله آقای کاوه. بله آقای کاوه منم. بله بله ببخشید. سلام. سلام. خوب هستین؟ خواهش میکنم. عید شما مبارک. سبزی پلو ماهی شب عید براتون آوردم. نوشه جون. متشکرم. ممنونم. ماهیش هم تیغ نداره. خیالتون راحت باشه. با اجازتون. خداحافظ. نوشا. الو آقا مهدی، بگو چند تا نوشابه برای من بفرستن. ممنون. آره خداحافظ. اومدم. سلام آقا. سلام. بفهم 5000 تومان میشه. بیه این 500 تومانه 5000 تومان. بیه 5000 تومان. مال خود. ممنون. عیدتون مبارک. من ظرف های این خانم بارایی هرم بشورم بشم بدم. اسمش شد هنکه میادم رفتم. یعنی آلزایمر گرفتم؟ نه دیگه، دکتر گفت هر وقت راه خونت رو گم کردی آلزایمر گرفتی. گم نکرد باید به یه بهانه اسمش رو بپرسم. شبیه خون پرستاد شبیه چند بار دستشویی ببینم میراث بابای ما بسیم. بابا کی فوت کرد؟ هم سال روز مشروطه سال روز مشروطه سال روز مشروطه سال روز مشروطه چهارم بود یا چهاردهم. همش همین دوتار اشتباه میکنم. حالا نصف شبی برم از کی بپرسم کی بیداره. تقویم برای چی درست کردم برم این دیگه. یه میلاد خجسته یه کودتای ننگین ساروز مشروطه ننوشته. اصلا داشتیم. من ازم برای چی اومدم پایین. آها برای قرصم. دو تا زرز امروز یادم رفت بخونم. هر روز یادم میره. اینی که بعد از شام میخوردم. این گل گرفتگی کف پا برای چربی خونه. نوشابم براش بده. قدیما صدای باز کردن در نوشابه بارتر بود. نیستی که بیا اینجا و هم دیگه. حالا باز خوبه کسی هم نیست آدم کارو بی تربیتی بکنه. بزن یادت نر. باز یادت رفت. این سوراخه. این سالون. سلام.
سلام آقای کافه. سلام آقای کافه. عیدتون مبارک باشه. کجا دارید میرید؟ عید شما مبارک. میرم قدم بزنم. آقای کافه، کفشاتون تابته است. به من خدای نکرده نخورین زمین. ببخشید. خدا به شما. کلیدم نیورد. موبایلم نیوردم به بهار زنگ بزنم. نگران میشه. من راه خونم رو گم کردم. خونتون کجاست؟ میدونم ولی آرزو بله؟ هیچ دکتر گفت وقتی راه خونت رو گم کردی یعنی آلزایمر. بابام کچلم کرد. کچلت کرد؟ بابا تو چقدر بیق، یعنی کلافم کرد. بیق یعنی چی؟ یعنی آی کیو لو، آی کیو لس، نو آی کیو. من نو آی کیو نیستم، تو بیقی. خیلی خوب، خیلی خوب، من میرم. الو بابا. چرا جواب نمیدی؟ میدونی ساعت چنده؟ بابا من که بهتون گفتم تولد یکی از دوستامه. تولد دوست تو فرودگاهه؟ نه یعنی بله. اونجا چیکار می‌کنی؟ اومدم استقبال یکی از دوستان. ما از این موشه گربه بازی‌ها نداشتیم. دوستت کیه؟ بیتا. بیتا؟ دختر عمو حبی؟ بله دیگه، مگه ما بیتای دیگه‌ای هم داریم؟ شوخی می‌کنی با من؟ چرا انقدر براتون عجیبه بابا؟ چرا عجیبه؟ دارم شاخ در میارم. لطفا تو عصر بعد از استیو جابز از چیزی شاخ در نیاری. تو هم مارو خفه کردی با این استیو جابز. ایران اومده چی کنه؟ اومده باباشو ببینه. اون موقعی که پدرشون افسرده و داغون کردن باید میومد میدیدش. بابا جون جمع نبندیم. بعدم بیتا 8 سالش بوده رفته، الانم تنها اومده. بیا خونه حرف میزنی. باشه، چشم. زیادم بهش اعتماد نکن. چشم. تو خیلی چیزا رو نمیدونی. بهاره، میشه این مدت ایرانم من خوب بگردونی؟ دوست داشتم ایران ببینم. بابا تو ببینی متوجه میشه هیچ وقتی برای گردش و تفریح نداری. چرا؟ حالا در ضمن تو قبل از که تو برگردی آمریکا من میرم کانادا. ریلی؟ آره، پذیرش دانشگاه اومده، دارم آماده رفتن میشم. مامانم اونجاست. برای چی؟ داداشم 3 سال پیش برای ادامه تحصیل رفت کانادا. مامانم برای چکاپ و مریضیش رفته پیش فرمان. نمیدونستم مریضه. صبح هتل بگو برای تاکسی بگیره. باشه؟ بله. تاکسی که بهت دادم. بله. یه وقت اگه من صبح دیر رسیدم نری تو خونه تا من بیام ها. اوکی. فقط قرص درد کم کن داری سرم مسکن خره. آها. این یعنی خیلی دوستم داری. دارم ایدیومز یاد میگیرم. خره. استلا. آفرین. سلام. بدون مقدمه برو سر اصل مطلب. یکی از عکسای بچگیمون رو 3 شنبه پیش گذاشته بود تو فیسبوک. منو اد کرد، منم اکسپتش کردم. چرا تو این مدت نگفتی؟ به من نگفتی. وقتی مادرت اینجا بود چرا نگفتی؟ برای اینکه شما و مامان از مامان اون بدتون میاد. از بچگی یادم همیشه بدگوییشو میکردی. میدونی مادرت تو غربت چه حالی داره؟ مریضی مامان، حال شما، مشکلات کارخونه، به خاطر همین چیزا نخواستم ذهنتون رو مشغول کنم. بعدم گفتم یه دوست فیسبوکیه مثل بقیه دوستایی که دارم. شما هم نمیشناسی.
الان تا 3-4 روز پیش اصلا حرفی از اومدنش نبود. حالا چرا بعد از یک قرن یاد باباش افتاده؟ بابا بزرگش سرطان داشته مرده، قبل از مرگش چیزایی گفته. مثلا چی؟ نگفت چی گفته، فقط مثل اینکه خیلی کنجکاوش کرده. حالا شما چرا اینقدر نگرانیم بابا؟ تحمل جنگ از جدل ندارم ابدا. پیر شدم پیر. اگه شما پیر شدین اونم پیر شده. نگرانم پشت بنده دختر سرکله مادر پیدا بشه. اون زن پر از کینه است، اگر بیاد آشوب و دعوا و انتخاب. پدر من ایتا نامزد داره، تا چند وقتی که داره ازدواج میکنه، یه شغل تموم وقت خوب داره، به سختی تونسته یه ماه مرخصی بگیره بیاد ایران. از آدم زخمی باید ترسید. میتونم بپرسم کی زخمیشون کرده؟ شب بهاره مهربون بود اما باباش خوشحال نبود. مگه اونم دیدی؟ نه، با سلفون با بهاره حرف زد. یه مارمولکی اون. مارمولک؟ آدم بدجنس. همون هم زنش. من میشناسم این فامیلو. به بهاره هم اعتماد نکن مامی. خب بهاره تنها کسیه که میتونه کمک کنه برم پیش بابا. خیلی خوب. به کارلوس زنگ زدی؟ نه، میزنگ میزنم. دختر، آدم اول به نامزدش زنگ میزنه. اوکی، اوکی دارلین. یادت هم باشه اونجا بگی نامزد. فهمیدی؟ نام. سلام. خانم سفارشتون رو آوردم. شما حبیب کاوه هستی؟ من حبیب کاوه هم. شما کی هستی؟ منم بابا. برو. آی دوست. بابا من بیتام. ببرش. چیز میکنه این چیزه. ببرش. چشم ببرش. چشم. پدرشم در میارم. شما؟ سلام. من دختر آقای کاوه هستم. واقعا؟ بله واقعا. شما هم دختر کوچولویی نیستین که تو عکس قلمدوش آقای کاوه این؟ قلمدوش. بله. شما کرتیکر بابا نرس هستین؟ نه، خدمتکار داشت. هفته پیش تصادف کرد، پسرش رفت شهرستان. من مستأجر طبقه بالا هستم. بهار جون کلید داده که در مواقعی مثل الان بتونم بیام پایین. برو خونه. نتونستم، طاقت نیاوردم. من این هفته نرسیدم بهش سر بزنم. پرستارشم خبر داد مثل این که چند روز رفته شهرستان، تلفنشو جا گذاشته، نتونسته خبر بده. حالش چطور بود؟ دیدمش حالم بد شد. اب نداره، خودت بهش رسیدگی میکنی، کلی حالش خوب میشه. چند روز دیگه تو رو از منم بیشتر دوست داره. الان که بهم گفت دوست، یادش میره. عزیزم نگران نباش. اگه الان منو یادش بره، این یعنی آلزایمرش خیلی جلو رفته. پیش رفته هنوز نه، ولی داره پیشرفته میشه. از گذشته دور یه چیزایی رو کاملا یادشه، ولی چیزایی که الان اتفاق میفته رو زود یادش میاد. اینا رو یادته؟ آه، تخم مرغ. شانسی. کجاست؟ همینجا باش. من
برم. الهی سرده 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 سرده. الان براتون لباس گرمیام، برات یه خبر خوب دارم. بیا تو. نه عصبانی میشه، یادش رفته. فقط حواست باشه بابا نگی. براتون یه خدمت، پرستار جدید آوردم. سلام آقا. من فقط بهاره باشه، فقط خود من هستم قربونتون برم. اینم بهارکه، با همه قبلی ها فرق میکنه. ببین چه مهربونه. من میرم براتون لباس گرم بیارم. بده بهش دارم. بگیرید برای شما. تخمق شانسی دوست داری؟ آره آره آره، تخمق شانسی دوست داره. بیتا تخم مرغ شانسی دوست داره. بیتا دوست داره. آره دوست داره. از کدوم باید بهش بدم؟ یه دونه از سبزه، یه دونه از آبیه. چرا این همه قرص میخوره؟ روشون نوشتم. برای قلب، چربی، فشار خون، استرس، هزیون، بیخوابی. بفرمایی. بخوری نمو جان. این به من میگه امو جان. خب دوستتون داره. بخوری. نه، بذار دهنش. دهنتون رو باز کن. آفرین عموجان. آینا رو چرا کاور کردی؟ با آینه دعوا میکنه. یکی رو میبینه غیر از خودش، بابای من و بابای خودش رو. یکی عموجان، عموجان چیزیست، تموم شد. ایراد نداره. خب پس چیزم برام بیاردی اون بده که چی سس؟ نه من همین که برای ترشی؟ آره نه ببین روی میز سر قبره ماست؟ نه اونم همین که میریزه سس فرانسوی؟ نه میریزه زیتون؟ نه همین که اروب؟ نه میریزه آبلیمون؟ آره خب تو همین هم دیگه بالا مثلا چی میگه نه ببخش منم هنگ کردم همین چند تا لقمه هم که میخوره به خاطر آب لیمو بریز نه کافی بخور نه بهاره سلفونه بیارش لطفا مجلس ها رفتن. میبینی؟ پاشین بشینی؟ بلنشی. منم.
باش بود. بشین امو جان، تموم شد. هیچی نیست. نیست. صحنه خشن میبینه باورش میشه. وحشت میترسه. چیزی نیست امو جان، نیستم، رفتم، تموم شد. نیستم. تموم شد. نیستن. بخورین آب. آبو بخورین. کامدی بود. تبلیغ وسطش. بیتا. من دارم میرم. بابا میتونه پلی کنه؟ کسایی که آلزایمر دارن شعر و موسیقی آخرین چیزیه که یادشون میره. راستی. بابا شب میاد دیدنت. ریلی؟ میخواد سر به تنم نباشه. مامی همیشه میگه. مامی میگه؟ تو هم مثل توتی تکرار میکنی. هیچ کس مطلق نیست. مطلق؟ بعد از چند ماه که بیتا و مادرش میرن هلند، اما هر روز تلفنی با پرینا صحبت میکرده. تا یه روز دیگه جواب تلفنشو نمیده. و باباش برگشته به عمود گفته که این زن دیگه برای تو زنشو نیست. عمو با خود پریناز حرف نزده بود؟ عمود اصرار کرده بود که خود پریناز بهش بگه که دوستش نداره. ولی باباش گفته بوده که اون خجالت میکشه باید حرف بزنه. خب، هرکی باشه چی فکر میکنه؟ که زنه با یکی دیگه است دیگه. عمود خیلی قد و یلنده بود. نمیخواست زیر دین باباش باشه. حتی کمک مالیش هم قبول نمیکرد. ولی عمو که مدیر مالی کارخونه بود. آره. از وقتی که بابا مریض شد افتاد خونه، یه جوری هم معلوم بود رفتنیه. قیز عمود کمتر شد، مهربونتر شد. اون وقت بابا خواست که بیاد کمک من، بیاد کارخونه. اونم قبول کرد. قرص بخور. آفری. تو اسمت چی بود؟ بهارک. بهاره؟ بهاره که بهاره است، من بهارک. این؟ بهاره این چیز، این، همین، این. این پیانو. پیانو دیگه. کلاس پیانو بیتا، بیتا، بیتا دیر نشه. 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 کلاً عمو تو برای ناز همیشه ساز مخالف می‌زدن. بعدش هم که وقتی خانواده پریناز رفتن خارج، چپ و راست و گوشش میخوندن که از حبیب جداش و زندگیتون نجات بده. تا بالاخره اونا هم رفتن. پریناز عمو تو خیلی دوست داشت. قرار بود وقتی کارشون درست بشه عمو تو هم بره پیشش. علت اصلی قطع رابطه عمو حبیب و پریناز چی بود؟ هیچ وقت هیچی نفهمید. بیتا چیزی بهت نگفت؟ نه. یه بار پرسیدم، تفره رفت، منم دیگه اصرار نکردم. طفلی عمود هر روز صبح با گریه از خواب بیدار میشد و برای پریناز نامه مینوشت. هر روز. آخه. کلاً جوابی نمیگرفت. نمیدونست نامه‌اش به دست پریناز نمیرسید. این همون دوره یه که میگین ابو حبیب افسرده شد؟ افسردگی شدید. دکتر گفت بهتر دوره برای شلوغ باشه. بابام گفت ببریمش خونه خودم. دوره برای شلوغ بود. ولی میونه جان تنها بود. صورتتونم که نزدین امو جان. من بزنم. نه خودم برو بیرون اوکی من اینو
من نیستم. نیستم. بابا سلام بیتا جان، خیلی خوش آمدی امو جان. خوش آمدی. ماشاءالله ماشاء. داداش چه گلم کجاست؟ چطوری خوشگل؟ ماشاءالله سر حالی ها. امشب میخوام ببرمت حموم. نه آقا جون، نه حموم نه. حموم گرفت امروز. من میخواستم ببرمش. بیتا جان. بهارک جان، گفتم یه پرستار خیلی خوب بیاد. تا وقتی که ایران هستی ببینیش، وقتی میری خیالت از بابات راحت راحت باشه. ممنون. یه ما میمونی دیگه نه؟ بله، زود باید برم. اونجا خیلی کار. آره، اونجا خیلی کار. میدونم. بهارک جان. بله بابا. شناسنامه عمو تو پیدا کردی؟ نبود. بابا برای بیمه میخوام. میدونی قرصاش چقدر گرونه؟ میگردم باز. بهارک جان، شما شناسنامه باباتو ندیدی؟ من؟ نه. بابا بهارک 12 ساعت نیست تو این خونه هستم. پرسیدنش که ضرر نداره که. تو دخترمو تو بر بگردونش. من میخوام به داداش گلم برسم. کارخونه ارثیه بابا بزرگه که بین بابای تو و بابای من تقسیم میشه. از وقتی عمو حبیب خونه نشین شد، بابای من شد قیم بابای تو. از وقتی تو اومدی همه نگرانه بابام اینه که تو بشی قیم بابات. حتی از تو نگران نیست، بیشتر از مامانت میترسه. بیچاره مامی. شناسنامه بابات هم واسه همین میخوام. ببین اگه بگی شناسنامت کجاست، با هم دیگه میریم بیتا کوچولو رو از مامانش میگیریم و میگه بیتا. آره بیتا. ببین خب حالا بگو شناسنامت کجاست. اونجاست. هی میگه اینجاست اونجاست. شناسنامت کجاست؟ اونجاست. آقا چون نزنه. جانم بابا. آره، تو کجا رو گشتی دنبال شناسنامه؟ کشوی توی کتابخونه رو. من همه جا رو گشتم. نیست که نیست. بابا خودتو ناراحت نکن، فردا پس فردا میام پیداش میکنم. میخوام کار به فردا و پس فردا نکشه. با شناسنامه خیلی کارا میشه کرد. حالیت میشه؟ ببین حبیب جان، از وقتی که زن سابقت فهمیده تو آلزایمر گرفتی، خب میخواد انتقام گذشته رو بگیره. حالیت هست؟ هست. ببین اگه دیر به جنبیم این مادر دختر دودبان اونو به باد میدن و حالیته؟ حالیت حبیب جان، من تو مخمسم، خیلی بد جوری تو مخمسم. حالیته؟ حالیت آفرین. ببین شناسنامت کجاست؟ برو وردی بیا. شناسنامه که عقد. آفرین دادشی گلا. برو وردشتو بیا. باریکلا کجا بود؟ من مسخره کردی؟ این شناسنامه هست؟ حالیت نیست؟ کم بدبختی داریم؟ چرا سرم؟
دزدی؟ نه من اومدم ازتون مراقبت اومدم هر کاری دانی انجام بدم. کارم انجام بده. اسمت چیه؟ بهارک. اومدی اینجا چیکار کنی؟ اومدم کاراتون انجام بدم هر کاری که داری انجام بده. اسمت چیه؟ بهارک. خب پس برای چی اینجا؟ چرا؟ اومدم که با هم دیگه صبونه بخوریم. صبونه. اسمش هم نپرس. عمو جان این عکسو گذاشتم اینجا. بیتا قلم دوش بابا. خوبه؟ بله. قلم دوش اینو پرسیدم به فارسی طره مو که دلبر میشی بابای دلبر. عمو جان صبونه حاضره. صبونه اونجاست. نه این صبونه بخوره. اوکی اینجا بمون. بالاخره قلقشو پیدا کردی. قلق؟ قلق دیگه، رگ خواب. تو همین سه چهار روز کلی پیشرفت داشتی. بعدش چی؟ بعدشو بعدش فکر میکنی. میخوام به بابام بگم بیتا شام دعوتت کرده. وای نه. نه ترس شام از بیرون میگیریم. تو هم شناسنامه رو بهش میدی که میخواد بره کانادا، خیالش راحت باشه. و مامی چطوره؟ خبر خوبی نیست. بابام برای همین میخواد بره پیشش. Don't worry. خوب میشه. خدا مهربونه. با تو رفتم. بی تو باز آمدم. از سر کویم. عمو جان پرس. دل دیوانه. آفرین. تو کی؟ من بهارکم. بهاره رفت. بهاره رفت. من شب برو پیش خودت. برو خونه خودت. من پرستارتونم. این شب پیشتون. نه کس برو باشه برو رفتم برو رفتم برو آنگه بخوانی از چه ری من رازی از دل بیقرار
نگاه تو آن خنده های تو بشکنن سکوت شبهای مرا. شاید که دیدارد چشم افسون بارد آورد لبخندی لبهای مرا. بنده دو تا شیش من دو تا پنج دو تا پنج ها ببره ببره دو تا سه دو تا سه این میاد این میاد این آه. هورا بردی هورا. بزن تو برو تو برو چیز بازی میندازیم بلدم میدونم گردو هم بلد نیستی میرم گردو بازی بردی بنداز ببینم تموم شد بردی من باید برم گردو بازی بیا اینجا ببینم این شناسنامه دنبالش بودین شناسنامه دستت درد میکنه همه جا کجا پیداش کردی؟ تو کاماد اونجا دنبالش بودی با داداش نکنم یه دست تخته بزنی بازی میکردی کی برد؟ من باید برم گردو بازی عمو برد عمو؟ میگه بابا عصبانی میشه آره خب از اون دوره فقط تلخیاش بیادش میده اون تلخی ها کی آورد برای دادی عمو جان؟ من که یه کوچولو بودم آره تو کوچولو بودی خدا نگذره از بزرگترا کی بودن اون بزرگترا؟ عمو جان من و تو که با هم دیگه جنگ و جدل نداری نه جنگ نیست فقط برای curiosity کنجکاوی من کنجکاوم بدونم کی بود اون بزرگترا که حال ددی اینجوریه همه و هیچ کس این که بیمعنیه با بزرگ میگفت ریالیتی اون چیزی نیست که همه میگن واقعیت؟ خب از پدر بزرگت میپرسیدی واقعیت چیه؟ اون گفت که نامه های ددی به مامی نمیرسونده اما بابا بزرگ و مامان بزرگ دوتا مرده هستن و شما یه زنده هستی که اینجا وایسادی و من کنجکاوم عمو جان که بدونم شما عمو و اون زنت و اون پدرت چی کار کردین که ددی؟ ما از کجا خبر داشتیم نامه های بابات به مادرت میرسیم؟ آقا جون نکن عمو جون بگیم بریم تو اتاق آقا جون نگه پدرم گفت پریناز طلاق بده نگه. اگر دوستت نداشته باشه که خوشحال میشه اگر دوستت داشته باشه که صداش در میاد طلاق داد صداشان در نیمد از بابا بزرگت نپرسیدی که چرا میخواستن این رشته پاره بشه چرا اما تو چی میخواستی عمو جا ما میخواستیم پاره بشه ولی اون زندگی همش مصیبت بود مصیبت ها ددی طلاق داد اوکی ازدواج دوباره چی؟ عکس عروسی ددی که اصلا عروسی نبود یه علاکی بود فرستادی برای مامی که فکر کنه دیگه شوهر نداره که بسوزه مامانت بابا تو سوزون بابات هم تلافی کرد خلاص بعدشم من همه کاره خانواده نبودم پدرم میگفت این کارو بکن این کارو نکن همین پسر نایس خونواده بابات میگفت بسوزون تو هم میگفتی اوکی میسوزونم خوبم سوزوندی امیدوارم بابات بره جهنم با بابا بزرگ من اونجا تخت نرد بازی کنه بیتا جون ما اینجا به مرده‌ها احترام میذاریم آدم بد احترام نداره
چه مرده چه زنده. مامی جان دادی اصلا ازدواج نکرده، یه الکی بوده. تو مطمئن؟ خب پس اون عکس عروسی برای این بوده که تو دادی متنفر کنه. دادی به زور باباش لباس میپوشه میره سر عقد، دادی اصلا نمیخواسته. بعد هر روز زنه میومده پیش دادی، دادی پیش خودش بوده. آخر زن بیچاره اومد گفت طلاق به من بدین من برم. اصلا ازدواج نبوده. قصه ساختن. بهاره که کوچولو بوده اون موقع. من خودم شناسنامه دادی دیدم. از ازدواج تا طلاق 5 ماه بوده، کمتر از 5 ماه. حالا من عکس شناسنامه دادی برات میفرستم که تو باور کنی. ولی وای خیلی فوش دادم به عمو، خیلی خیلی گفتم ایشالله بابات بره جهنم. وای همین گفتم حالا یه فوش آبداری یه فوش چارداری چیزی گفتی؟ چایی بده چایی. نه خیر اول آب میوه. دیدی دیشب دخترمو چجوری منو شست و چلونده انداخت رو بند رخ؟ آخه طفلکی بعدش هم کلی پشیمون بود از اینکه باهاتون یکی به دو کرده. خوردی من تحملش میکنم یه ما تموشی گورشو گم کنه بره. اصلا حوصله کشمکش ندارم ها. ببخشید ها ولی بهاره جان در مورد گذشته همش همون چیزی بود که گفتم. هر وقت فهمیدی که چرا زنم بود بعد از یه مدتی با شوهرش قطع رابط کرده جواب همه سوالات رو پیدا میکنه. سلام عمو جان. سلام عمو جان. خوبی بیتا جان؟ ممنون. نرگس خانم همون خدمتکاریه که قبلم بهت گفتم. سلام. یک. سلام. تحویل شما هم من دارم میرم کار دارم. بله بله. بفرم. میشه در رو بزنم؟ بله بله. بستنی. بخور تو. خودت بخور. پس دیگه شما مراقب هستی؟ بله خیالتون نیست. بفرمایید. آخ دست گلت درد من نواز که خواسته بود. ما داریم میریم بیرون شب برمیگردیم. شب برمیگردیم؟ آره دیگه کلی کار داریم تو شبم تموم نمیشه. فقط خانم شب برمیگردین این دوز داروی آقا رو بگین گرفتار نشیم. آها باشه باشه. فقط یادتون باشه قرصاشو با آب میوه بهش بدین. آب میوه توی یخچال هست. واردم. خانم فقط شما شب کی برمیگردین؟ شما تا چه ساعتی میتونین بمونین؟ هر ساعتی. من فقط باید اطلاع بدم برای میپرسم. چرا گفتی شب برمیگردی؟ ما که کاری؟ خواستم خیالش راحت شه تنها زن معتاده. و تو از کجا فهمیدی؟ جای نبات زردی انگوشتاش کبودی لباش بیم برگشتیم تو سرش رو گرم کنم اونم دوز خلافش چقدر گرم کنم؟ هی بابا تو چقدر بیغی. بیغ معنیش میدونم تو بیغی بوغم هستی بوغ نکن جانم بوغ بوغ بزن. عمو خوابه؟ نه هدفون تو گوششه. سر صدا عمو جان داره دوموری دوموری من اینجا. عمو کجاست؟ اومدی خانم؟ سلام خوابیدم. اومدیم خونه یه چایی چیزی بخوریم. خوب کاری کردیم بزنیم براتون بریزم. سلام ماشین خراب شد زنگ زنی تعمیرگاه بیاد ببره. دیدی نزدیک خونه ایم گفتیم بیاییم خونه. آخه شما 50 داری؟
جا ببخشید دخترم از خارج اومده، فارسیش یک کم آب نکشیده است. ماشالله ماشالله خیلی شیرین حرف میزن، بفرمه. 50 داری؟ نه بابا من 60 خورده ای دارم. خیلی خوب موندی. من فکر کردم وزنمو میگی. نه سنتون. دست شما درد نکنه، من یعنی 50 ساله میخورم. میخوری؟ نه نمیخوره. چی میخوری؟ چی میگی؟ روزی چند تا چای میخوری؟ من خیلی، تا دلت بخواد. دوست داری بیا بد بدم؟ نه قابل نداره، خدا شاهده، خدا قابل نداره. من لباس های اینا رو از رو کانال رخت برداشتم. کانال رخت؟ اما فشن تیوی میگم. خانم خدمتکار درجه یک پاشو کیفت هم بردار. وا بفرما برو بیرون. چرا؟ چی شده؟ پیامای موبایلتو خوندم. موبایل من؟ موبایل من کو؟ موبایل توی توالته. برو وردار، بعدش هم برو. گوشی منو بی اجازه برداشتین، چی داری توشو خوندی؟ گفتم برو. باریکلا. چی شده؟ میخواست به عمو مواد بده خوابش کنه، اینجا رو بکنه خونه مجردی. شوهرم با تو آدم کرد، با دوتا بچه منو گذاشت رفت، باید خرجشونو بدم. از کجا؟ زن بیوه، زن بیکس، مثل یه قوطی نوشابه تگری میمونه تو گرما که همه این مرد حق خودشون میدونن که یه ضرب بالا برن و دوتا آروغم روش، بعد قوطیشم بندازم سطل و زباله برن. میخوام این شب آخری از همه تون یه یادگاری درست و حسابی داشته باشن. یادگاری 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 سرد درختان یادگاری مینوشتی، بوسه بر روی لبان. خیلی خوب خیلی خوب، یه آهنگ شاد بخونیم. مرغک زیبا روی چمن ها میخونه، برا برا بام، نغمه شورش کرده دلم را دیوونه، برا برا بام، دفتر گل در مکتب بستان بکشودم، برا برا بام، بلبل از آنها درس وفایی میخونه، برا برا بام، ما همه اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، چشم مهر و وفاییم، ما همه اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، چشم مهر و وفایی، چشم مهر و وفایی. منم یه دونه میدونم. بخونم؟ بخونم. باریکالله. شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نقمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی. نمیتونم بعدش کنم، سرگشته تو نفسم، آغشته تو به باغ رویاها، چو گلت بویم آب آینه نفست جویم. تو ای پری کجایی؟ من همه جا پیه
تو گشتم از مهمر نشان گرفتم بوی تو را زبور شدیدم دامن گل از آن گرفتم تو ای پری کجایی شده بهاره 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 کو 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 بهاره رفت 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 میاد رفت میاد رفت زود میاد 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 بیاد بیاد این بود بیاد بهاره بیاد الهی قربونتون برم دلتون برای بهاره تنگ شده نیستن آقای کاوه آقای حبیب کاوه سلام آقای کاوه سلام قربونتون برم آقا ببخشیم به جا نیاوردم خیلی خوش آمدین بفرمایید والا حقیقتش همین که خیلی مهربان بودن همین که موقعی هم که تو کارخانه را میرفتن با مدیریتی که داشتن آب از آب تکان نمیخورد نه تکان نمیخورد بعد اینکه با پرس زد انگشت نمیخورد قد کرد با خانه قد کرد شرایط بعد اقتصادی درایت و مردمداری ایشون باعث شد کارخونه نجات پیدا کنه تو سالن پرس دست یه بار بابا دخام نداشته آقا حبیب رفته بود تو دل ما بره وزیر بدجور تا حواله رو نگرفت نیمد بیرون هزار ماشالله هزار ماشالله نه 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 من پرس کرد قد شد قد شد قد شد این دستش اینجوری پرس کرد آره یادم به من اینجا کار میکردم که دست مرتضی رفت زیر پرس که انگشتاش قد شد تو آمبولانس که اومد که این دستش بریش بیمارستان بالا سرش بودی شب میگم قد شد بیا ببرینش ببرینش پرس کرد که قد شد همین نه مجید سیفی بود سیف الله قد شد بکشید قد شد ببرینش ببر اونجا ببر 20 سال بیشتر کار کرده تو این کارخونه یه عالم خاطره همش خلاصه شده توی قطع شدن انگشت یه کارگر آلزایمره دیگه آلزایمر اموشان تو نباید به هم میگفتی دادشو میخوای برداری بیاری اینجا خب اگه میگفتم دیگه نمیذاشتی بیام خب بله که نمیذاشتم تو نمیدیم اینجا چه خبره یا نگاه تمسخر دارن یا ترحم نه اصلا جور نبود تو خبر نداری تو نمیدونی این چیزا رو
لطفاً خواهشاً با من مشورت کن کاری که میخوای بکنی. خب آخه من به خانم دکتر گفتم که دادی رو ببرم شمال، ببرم کارخونه، ببرم گفت اوکی. خیلی خوب، میخوای ببری شما؟ به من بگو، من یه راننده با یه ماشین مطمئن در خدمت بذارم با هم دیگه بری شما. من خودم پول دارم. عمو جان، کی صحبت پول رو کرد؟ اصلا خودش داره خرج میکنه. این کارخونه 50% مال باباته، در نهایت مال توه. آخرش همونی ترسیدم. تو برای چی به کارلو مرخصی بیشتر کن که بهش خدمتکار مفت مجانی هم نامردت؟ عمو نه، خدمتکار بابا. فیلم فرستادم دیدی؟ دیدم مام. همه مریض که آلزایمر دارن همونطوری حساس میشن. قربونت برم، اون به خاطر تو اینجوری گریه میکنه. تو؟ من؟ یه بار همه زندگیمو پای بابات از دست دادم، دوباره نمیتونم این کار بکنم. اصلا توانش رو ندارم، طاقت ندارم. شایدم داشته باشی. بیتاب، تو من اینقدر گیج نکن. اگه بابات منو دوست داشت برش اون همه نامر بدون جواب گذاشت، بعد هم زودی ازدواج کرد. حالا ازدواجش علکی، فکر نکرد اون عکسو میفرسته چقدر تغییر کننده است؟ میخوای جوابشو بدونی؟ بابات دیگه نمیتونه تکیه گاه باشه برای زن. ولی اگه... ولی چی؟ حالا. نه حالا چی؟ هیچ. دنبال جواب سوالات. اوکی، من میرم دنبال جواب سوالا. سلام. نه 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 رو نه رو نه پریناز نبر نبر پریناز پریناز نه رو پرین نه رو نه رو پریناز نبر نه رو نه رو نه رو نبر 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 شما به مادرتون و مهمترش تکرار اون موقعیت باعث شده که شما رو به جای مادرتون بگیره. خب اینجور مواقع هم شما بهتره بری در قالب اون نقشی که شما تصور کرده. یعنی خانم دکتر من باید نقش مامی رو بازی کنم؟ دقیقاً. البته بعدم باید بیای حضوری بیشتر حرف بزنیم. اوکی، ممنون، میبینمتون. کاری داشتی ما در خدمتیم. اوکی ممنون. دستشویی 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 اینجا اینجا. من و دادی اومدیم شمال مسافرت. این همون هتلیه که وقتی بچه بودم اومدم با دادی، اما خیلی چنج شده. سرود زندگی سر کن، دلم تنگه، دلم تنگه. شب گیریم گیتار محزون، اشک هزاران مرغک بیاشیانه. بخون 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 بخون. لالایی کن دختر من، لالایی کن.
تلفن، تلفن نه، تلفن، 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 تلفن. قطع شد، تلفن، قطع شد. تلفن، جانم بابا جون، جانم بیتا جون، الو بیتا جون سلام، قربونت برم الهی. به من نگو بیتا جون کسافت. بیتا؟ الهی بمیری. بیتا. عکساتو دیدم با اون زنی که ایک بیری. بیتا. الهی هر دوتون بمیری. تو فقط میخواستی مامان من رو بفرستی خارج که با اون انتر ازدواج کنی. خاک بر سرت. تا لیاقت مامان من رو نداری. الهی تصادف کنی فرق بشین هر دوتاتون. الهی بمیری کسافت. اگه دیگه خواب من رو ببینی. برو بمیر، برو بمیر، برو آسکال بمیر. بیتا جون. بیتا بود. بیتا 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 فوش میده، فوش میده، فوش میده، فوش میده بیتا. چیز میکنه، چیز میکنه، چیز میکنه، نفره میکنه بیتا. این من مزر ندارم، مزر نگرفتم، مزر نگرفتم. بیتا باید بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه. بیتا بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه، بیتا بدونه. این بابا بزرگ بره به جهنم، عکس عروسی ددی به من نشون داد که منو ناراحت کنه، بعد یه چیزایی نوشت با من تمرین کرد که من دد پشت سر هم بگم که ددی نتونه حرف بزنه. همش حرف بد، همش فوش بد. بیتا جان چی بگم مامی؟ بگم آتیش به قبرشون، بگم لعنت بهشون، پدر مادرم. مامی من با مرده ها کاری ندارم، اما ددی الان زنده است و به من نیاز داره و من باید اینجا باشم، چون ددی تو حالا زندگی میکنه، یک دقیقه بعد یادش میره. Just now at the present, you know؟ ولی عاقلانه فکر کن دختر من، احساساتی نشو. من اگه احساسی نباشم که دیگه من نیستم، دیگه بیتا کاوه نیستم. تو که نباید زندگی تو بذاری پای ددی، نگهداری از اون کار پرستاری. پرستار که هیچ مموری از ددی نداره. آخه پدری که اصلا نمیده. مامی سپریشن یادته؟ خب اون نمیدونه من دخترشم، من که میدونم اون بابامه. خیلی خوب، اینا همه حرف زیاده، من باید اینجا باشم تا لحظه های ددی شیرین کنم. کسی که فامیلی خودش، فامیلی تو این همه بهش ظلم کرده، من باید باشم تا لحظه ها شیرین کنم. الان با زنگ تلفن رفت قدیم ها، موقع که من کوچولو بودم خیلی تلخ گریه کرد. مامی من اینجا میمونم که کارهای ظالمی بزرگتر رو برای ددی درست کنم. باید بمونم مامی. این چه رنگیه؟ این زرد، زرد نه، زرد نه. آه چه رنگیه؟ بده 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 سبز، آبی. آبی آبی. بزن 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 بزن. آفر. بده بده. نه 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 بزن 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 بده 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 بده. باشه درست میکنی بیرون نداری، درست میکنم، درست میکنم. الو 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 بیتا مامی سلام. سلام مامی، من بعدا زنگ میزنم. نمیتونی بعدا زنگ بزنی، من الان تو تاکسی هم از فرودگاه رو افتادم دارم میام. مامی داری شوخی میکنی؟ نه شوخی شوخی تهرانم، اینقدر همه چی عوض شده که گم شدم. گوشی رو میدم آقای راننده آدرس رو بهش بده. تهرانی؟ اومدم با عمود یه تصویه حسابی بکنم اولا، دوما که خیلی هم مهمتر اینه که زودتر برگردی سر کار و زندگیت. خدا خونه دل خوردم تا این بیتا کوچولوی همچه خانمی شده. ماما من که نمیتونم دست رو دست بذارم زندگیتو نابود کنی. این رد اگه نزدیکتر بزنه بابات وحشت میکنه ها. برو یه سر بهش بزن. کیه؟ 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 کیه؟
دادی جان رد و برد کیه؟ بره 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 تموم میشه میره ببین چه بارون قشنگی میاد تموم شد تموم شد بخواب بخواب باره نم نمه باران زمین خوشک را پر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دادی جان دلم تنگه لا 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 اول به من یه دونه دمنوشی یه چیزی میدی؟ آه تو خسته نای پریناز جون تو کی اومدی؟ میگم کی اومدی؟ همین امشب خب بیتا رو نیوردی؟ خب آخه نمیبینی آخه رعد و برق میترسه بارونه خیس میشه تو مدرسه مثل اون دفعه سرما بخوره خوبه؟ خب باید بریم بیاریمش خب بریم سب کن زود باش زود باش بیا نه 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 بده من ماشین فرستادم بیتا رو بیارم الان زنگ میزنی دخترم اون تلفن رو بده یا آروم باش بده الو مدرسه بیتا جون سلام شما خان نازمین بله ما بیتا الان جا مونده مدرسه بله جا مونده من ماشین فرستادم بیتا تو حیات نمونه خیس نشه مواظبش باشین تا ماشین برسه بله خداحافظ بیا بیا این که بهارک پس تو کی؟ من پریناسم پس بهارکو بهاره زود میاد این کیه؟ دوسته لباس هایی منو میخواست ببره نه چرا؟ نه دلم سرگشته تو نفسم آغشته تو به باغ رویاها ساعت قرصا شده بیا تو ماساژ من برم کار تو بکن مامو بیا بستنی بیتا بستنی هم بیار تو هنوزم ولای بستنی داری؟ موقعم همینطوری بودی بخور هیچی نیست چیه؟ هیچی نیست بیتا چی شده؟ چیه؟ دزده نه دز نیست اون مامی منه ما قرمزه بیا دستتو بیا این ماما نه نه بزن در خب بیا تو بهش بده این مراسم داره مامی بیا آفرین دوز نیست
چند همه جو شبیه نسان من میشناسم اینو حبیب. مامی من میرم دنبال تیکت، کاری داشتی زنگ بزن. دادی بای بای. برو 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 بای. بله؟ یه نامه داری. خب بندازین زیر در. نمیشه، باید امضا کنی. خیلی خوب اومدم. پس چیه؟ نامه آورده، الان میام. نامه؟ نامه نامه اومد، اومد. نامه من اومد، اومد. بده، بده، بده. نامه منه، نامه منه، نامه منه، نامه منه. حالا چی بود نامه؟ نمیدونم، این نامه اداری بود. یعنی این هم سال منتظر نامه من بوده. با اینی که امروز گفتی هنوزم منتظر، فکر کنم خدا لعنتشو کنه. برایش ناز نکن یا الله، تموم شد صبر من بالا. اگر گفتی بله بله، چند دفعه گفتی بله اون شب؟ بگو. بریم 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 بریم. کجا بریم؟ بریم خونه خونه خونه. اینجا خونه؟ نه عزیز جون، بوس کنیم، بوس کنیم. دلت تنگ شده برای عزیز که خیلی وقت. تلفن رو بیار. الان ماشین رو گیریم خونه عزیز. الان میریم سمپون سمپون بذار ماشین رو بذار تلفن رو بیار. الو سلام، خسته نباشی. ما یه ماشین میخواستیم. بله برای خونه عزیز جون. حبیب دلش تنگ شده، میخواد خونه عزیز جون. تنگ شده. بله ممنون. بله من اوکی کردم. کلا قرمزی چقدر قشنگ و زیباست، آینه روشم دوست. سما سکه سنگل قرمه فسنجون. مامی آخرش چی میشه؟ آخر آلزایمر؟ آلزایمر مامی درست برعکس روند رشد یه نوزاده. نوزاد که اول متولد میشه گریه میکنه، یکی دو ماه بعد اولین لبخندشو میزنه. اما کسی که آلزایمر داره اول یادش میره بخنده. ولی دادی که هیچ وقت نمیخنده. خب به خاطر شدت افسردگیشه. ولی خیلی خوب گریه میکنه. البته آخرش دیگه گریه هم نمیتونه بکنه. و آخر آخر آخرش سرش هم دیگه نمیتونه رو گردنش نگه. درست مثل یه نوزاد. پرسون پرسون یواش یواش، اومدم در خونتون. همون ترسون لرزون لرزون، اومدم در خونتون. یک شاخه گل در دستم، سر راحت بنشستم. از پنجره منو دیدی مثل گلها، خندیدی آه به خدا آه نگهت از خاطرم نرود. مامی این لیمونه بردار، این لیمونه باش پردش فرمیده. دادی کو؟ رفته بستنی برداره. آقا ببخشی. سرده سرده سرده
سرده خوب نخوریم بستنی رو. سرده پات سرده پات. سرده بیتا سرده. یه جوراب زخیم و صحبت بیار. پات سرده پات. بیتا بابا نه بیتا بابا نگو. بیتا بابا بابا بیتا بابا یه جور حواسش رو پرت کنی. بابا جورابت کجاست؟ بابا بیتا اونجا. اونجا کجاست؟ اونجا که بگو که آویزون قفسه. آفرین. آره قفسه داره. اسمش چی؟ قفسه آویزون میکنن. آویزون میکنن. اسمش آویزون میکنن. کمد. کمدم بلد نیستی؟ حالا من برم کمد بابا دادی رو صاف و تمیز کنم. مرتب برم کمد رو مرتب کنم. برم. برو بابای خودت رو بپرس. آخه تو بابا می دیگه چرا نمیدونی؟ الان جورابتو بپوشم گرم میشی آروم میشی میخوابی خوابای من که تو تقریبات آلزایمر نخوندم شما چه خوابایی میبینی. حالا آروم بخواب. بخواب مشکل و شیرین زبونی شلوار و تپش و تمن در شونه سر کلیه مردسه و کتاب و دفتر چشم بیتا غرق خوابه پس دیگه باید بخوابه. عطر بیتا عطر مریم بابا هم میخوابه کم کم. بابا هم دختر چی؟ چی میخوار؟ پخش کنه چی پخش کنه؟ خواب دیدم آهنگ. بیت دختر جانم مامی بیا. نه ببین چی شده؟ چی زدی میخواد اون شعر رو که تو خواب دیده تو براش دوباره پخش کنی. همین که الان گوش میکردی. حالا نمیدونم اصلا میدونه شعرش رو خودش گفته. آفرین. خب من بخونم بخونم. دختره دونه من تو چراغ خونه من بی تو بیتابم همیشه هیچ کسی بیتا نمیشه. شلوار و تپش و تمن در شونه سر کوله مدرسه و کتاب و دفتر چشم بی تو غرق خوابه پس دیگه باید بخوابه. عطر بی تو عطر مریم بابا هم میخوابه کم کم. بزن سلام عمو جا. سلام دخترم. برگشتی؟ آره عمو جا خوبی؟ ممنون. خانم خوبن؟ با هم برگشتیم. حالا به امید خدا نیم چی میشه.
اتراپی شدن؟ حالا بعدم با هم دیگه حرف میزنیم. امشب یه سر میام پیشتون. میشه فردا شب بیان؟ جایی میخوایم بریم؟ نه مامیم اومده، اگه فردا شب بیاین بهتره. الو گفتم یه عجوزه سر کلش پیدا میشه. الو خیلی خواهم اونجا فرد شب میام. بیا بیا برو تو منم بیام آبو برم. نه 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 برو 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 فقط که برو. نه 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 هیچ کس هیچ کس هیچ کس. خیلی خوب هیچ کس. آبو گرم و سرد کنم. نه 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 سب کن در رو گفت نکن. پریناز در رو گفت نکن. من فقط پریناز ببر. ای وای توی یخچال دیدم. برای چی میخواد؟ بذار. سلام. سلام. ببین با خودش چی کار کرده؟ خیلی بد سوخت. خیلی. مامی. کجا بود؟ داغه میسوزه. این مای من کفش رو پیدا نکردم. یه کفش دیگه بپوشه. نه فقط همونا رو. ددی کفشات کو؟ کفشاتو کجا گذاشتی؟ دوسته نه پاک منو دوست کرده. این یه جا خودش گذاشته. اگه خودش گذاشته که باید جای غیرعادی گذاشته باشه. کجا همه پلکه؟ همینجا اون تخت کتابخونه جایی نمی. مامی من باورم نمیشه. باورم نمیشه این چطور زیر دوش میسوزه ولی بیرون نمیاد. من اینکه پرده رو کشیده. پرده کشیده بوده. بچه‌م اون نمیدونه که میتونه پرده رو بزنه کنار بیاد بیرون. بفرمایید به همین راحتی. سلام عمو جان. ممنون. بابا خوابه. یک ساعت حاضرش کردیم، خوشگلش کردیم، مامان منگولش کرد خوابید. منگول؟ خارجی که اون تپلی چه گناهی داره میونه دعوای ما باشه. سلام خانم. سلام. ببن برادری که با من بدبخت بود شما خوشبختش کردیم. میبینیم میتونی همون افسردگی شدید زمینه همین آلزایمری شد که مثل بختک رو زندگی همه ایم افتاده. پریناز خانم شما خودت بذار جای حبیب. زنت رفته خارج. همسرت. بله؟ زنت نه همسرت. بله همسرت. همسرت رفته خارج. هر شب با مشکلاتی که مخابرات اون زمان داشت تلفنی با هم حرف میزدی. یا ناغافر زنت ببخشید همسرت غیبش میزنه. نه جواب تلفن میده نه نامه. ارتباطم به کلی قطع میشه. شما باشی چی فکر میکنی؟
من گرفتار شدم. یه گرفتاری که گیجم کرده بود، خودم هم باورم نمیشد. نمیخواستم نامه بدم، نمیخواستم تلفن کنم. به بابا گفتم یه جور سرپوشیده توضیح بده به حبیب. ولی برام طلاق نامه اومد. منم بلافاصله نامه نوشتم. اوایل یه روز در میون، بعد هفته یکی، بعد تا آخرین روز گرفتاریم نامه نوشتم. 34 نامه. فرناز خانم، اون محکومیه. منظورم اینه که حبیب دیگه... سب کن ببینم. کدوم محکومیت؟ عمو جان، محکومیت چی؟ نه بگین. چه چی؟ کجا؟ اینطور که معلومه، فقط شما نامه های منو خوندین که از محکومیت من با خبرین. آقای هادی خان، همین چند روز پیش خیلی اتفاقی متوجه شدم. شوهر بینوای من همه این سالها منتظر نامه من بوده. هنوزم منتظره. چی شد اون 34 تا نامه؟ آقای شریف، آقای محترم، آقای با اصل و نسب، هاش کافه خوشنامه آبرو دار. هیچ کدوم از دعوات به دست حبیب نرسه. تو زندان که بودم نمیدونستم چی بگم، نمیدونستم چطوری توضیح بدم، خجالت میکشیدم. طلاق نامه که اومد، از شد در اومدم. من حبیبو خیلی دوست داشتم، زندگیمو میخواستم. تو همون نامه اولم هم همه چی مو به مو براش نوشتم. نوشتم توی فروشگاه بزرگ دارم کار میکنم که زندگی من و این بچه با تامین شه. تا اینکه کارفرما به من و دو تا دیگه از همکارا یه ماموریت داد با پاداش خوب. کار عجیبی هم نبود. بعد چند تا چمدون لباسو میبردیم کلن آلمان. بار سوم که رفتیم، توماس چمدونا رو وارسی کردن. کلی حشیش، کلی گراس، همه جاسازی شده. بعدم که زندان. مامی گفت هیچ نمیدونست چی تو چمدونه. قاضی باور نکرد. شاید هم باور کرده، ولی ترجیح داده یه مهاجر کلسیا رو محکوم کنه تا یه اروپایی مبور. 6 ماه زندان به جرم حمل مواد مخدر. هفته یه بار میقدم خونه حبیب سر میزدم همینجا. یه بار دیدم یه نامه از شما رسیده. فکر کردم نکنه چیزی نوشته باشه که حبیب حالش خرابتر بشه. نامه رو بردم پیش بابا. بابام گفت قسل زیر سر بلند شدن عروس هم هنوز سر زبون هست. با اون یکی دیگه چی کار کنم؟ عروس هاشکاوه به جرم حمل مواد مخدر زندانه. گفت حبیب بیتاقته، به آب آتیش میزنه که بره زنشو ببینه. کاری هم ازش بر نمیاد. گو حالا که ناامیده، این هم میشه یه ضربه دیگه. بهتره بشه چی نگه. این که من بیگناه تو زندان بودم براتون فرقی نمیکرد. پریناز خانم، شما توقع دارین من و بابام 20 سال پیش مثل امروز شما فکر میکردین؟ اینکه بچه بابا میخواد مامی میخواد به امروز و 20 سال پیش و ایران و آمریکا ربطی نداره. یکم عشق میخواد که تو قلب تو بابات وجود نداشت. عمو جان، من و بابام که دشمن شما نبودیم. هر غلطی که کردیم فکر میکردیم کارمون درسته. من بابا لازم دارم. اون بابا منه. نمیدونه من اون کوچولوی قلم دوش اونم. من از 8 سالگی بابا نداشتم. چرا؟ چرا عمو؟ حالا هست ولی ندارمش. باید از دست تو و بابات گریه خون کنم که زندگی ما سیاه کردی. تقاصشو دادی. تقاصشو دادم. دکتر رو از زنم قطع امید کردن. منم برگردوندمش همینجا که حالا باید بشینم ببینم چجوری هر روز جلو چشم آب میشه. بابام از قصه حبیب دخ کردم. و گریه نکن آقا جون، 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 باشه تلف کن، تلف کن، بگو بده بده، تلف بده، تلف بده، بهش بگو خیانت نکردم. میتونی بهش بگی؟ دستی کنه، بهش بگو من توی زندون بودم. بهش بگو نمیتونی بگی دیگه. هیچ وقت تو هیچ حرفی نمیتونی بهش بزنی. برای همیشه تو ذهنش مونده من یک زن بیوفای خیانتکارم. بچه‌شم دزدیدم و خودم بردم. نمیتونه منو ببخشه، آروم شه.
این بغض و کینه رو با خودش تو گور میبره و از دست تو هیچ کاری ساخته نیست، هیچ کاری ساخته نیست. برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر. مامی خیلی منتظر بودیم من برم مادام موسیو تنها بشینم. فضولی موقوف، حرف نباشه دختر. خنده. آره آره خندید. سال نو تام مبارک. سال نو شما مبارک. دادی سال نو مبارک. هزار تا میبوسمت مامی. تو هم بوسش کن. بیتاره بوس کن. مامی تو بهتر از من آلزایمر میدونی. تاچ، لمس، آغوش خیلی کمک میکنه. نه یادم نمیره. خنده خنده. سلام. گفتم ماهی شب عید ما را مزه کنید. وای ممنونم. یه چند از تشریف داشته باشید. ظرفو که نمیشه خالی برگردید. یادت همیشه سر سال تحویل دور هم میشستیم سر هفت‌سی؟ آره آره بیجا کوچولو عیدی چیز حبیب جان. روزی صد دفعه بهت محبت میکنم، روزی صد دفعه هم بهت میگم دیگه بیتا کوچولویی وجود نداره. نداره دیگه بیتا کوچولوی وجود نداره. نداره. من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.